سلام. چهارشنبه نهم بهمن 1398، 29 ژانویه 2020. حتما خبرهای مربوط به سقوط هواپیمای نظامی آمریکا در افغانستان رو شنیدید و ادعاهای متفاوتی که مطرح شده و بعضی از طنازی‌هایی که بعضی از عناصر جمهوری اسلامی مثل عطاءالله مهاجرانی در این مورد کردن. من گمان میکنم اگر امروز بین خانواده‌های ایرانی بگردیم، یه چرخی در بین خانواده‌های ایرانی در داخل کشور بزنیم، من به هر حال بی اطلاع از داخل کشور نیستم، بسیارشون نه خیلی الان قصه‌دار مرگ قاسم سلیمانی هستن، نه خیلی نگران کسانی که در هواپیمای آمریکایی بودن و کشته شدن. به هر حال کسی که وارد عرصه نظامی میشه، نظامیگری هم پیروزی داره، هم شکست داره، هم فتح داره، هم کشته شدن داره، هم اسارت داره، هم مجروحیت داره. اینطور نیست که بگیم که اگر یه نفر وارد عرصه نظامی شد دائم پیروز، دائم برنده است یا دائم شکست میخوره. به هر حال هم قاسم سلیمانی غالبا فکر این روزا رو میکرد که روزی در عرصه نبرد کشته خواهد شد. هم اگر مامورانی از سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی و نظامی آمریکا در سقوط هواپیمای امروز کشته شده باشن، غالبا از قبل آماده بودن و اقتضای کارشون این هست. به گمانم نگرانی مردم ایران نگرانی هستش که حکومت جمهوری اسلامی با پوشش دادن فراوان بحث تشییع جنازه قاسم سلیمانی و الان هم با تبلیغاتی که عناصر داخلی و خارجیشون در مورد مثلا ضعف آمریکا میخوان راه بندازن و سقوط اون هواپیمای آمریکایی، موضوع اصلی و جدیدترین موضوعی که باعث نگران مردم هست میخوان تحت شعار قرار بدن و اون شلیک جنایتکارانه رسمی سپاه به یک هواپیمای مسافربری. اونی که دغدغه مردم هست اینه، برای اینکه زندگی عادیشون هم معلوم شد که امنیت نداره، معلوم شد که اگر از سیاست هم به طور کلی کنار برن، اگر هیچ کاری به حکومت نداشته باشن، باز هم تضمینی برای زندگی راحتشون نیست. هر لحظه ممکنه به دلیل درگیری‌هایی که بین دو نهاد نظامی، بین دو جناح سیاسی کشور، بین یک جناح سیاسی در داخل کشور با یک قدرت خارجی به وجود بیاد، جان 176 نفر هم از دست بره و اتفاقات دیگه. کما اینکه بعد از کشتار آبان ماه که ریشه اصلیش بحث اقتصادی بود و ظلمی که دولت روحانی به مردم کرد با افزایش ناگهانی قیمت بنزین، اون رو هم کم کم تلاش کردن که به فراموشی سپرده بشه و صحبت‌های دیروز حسن روحانی در جمع استانداران که با اون خنده‌های لوس و اذیت کنندش انگار اتفاقی در کشور افتاده، حرفای بی‌ربط زد و متاسفانه فراموش کرد که رئیس جمهور فکر کرد که یک روزخانی که باید یه حرفی بزنه که اونایی که پای منبرش هستن خوششون بیاد و پاکتش رو درشت‌تر بکنن و حق منبرش رو زیادتر بکنن. فکر نمی‌کنه که رئیس یک دولت و با این کارش دردسر برای مردم درست میکنه. تمسخر دولت افغانستان، دولتی که قطعاً چیزی کم از دولت روحانی نداره، اگر نگیم حتما بالاتره. ببینید اتفاقاتی که داره میفته اینی که باعث نگرانی مردم به نظرم، برای همین که من میگم مردم، بسیار از مردم الان نه نگران هواپیمای ساقط شده آمریکایی هستن، نه نگران این که مثلا بعد از قاسم سلیمانی قرار آمریکا کیو ترور بکنه یا در عرصه جنگ در داخل عراق کدوم نیروی نظامی وابسته به ایران از بین میره. مردم ایران نگران زندگی روزمرهشون هستن که روز به روز داره تلختر و تنگتر و با مشکلات بیشتر میشه. نگران این هستن که در هیچ عرصه امنیت ندارن، نگران این هستن که نه امنیت اقتصادی دارن، نه امنیت سیاسی دارن، نه امنیت فرهنگی دارن، به هیچ وجه به فرداشون امید ندارن و از همه بدتر این که حکومت داره یه کاری میکنه که کشورهای دیگه، ملت‌های دیگه رو هم با ملت ایران دشمن میکنه. جنایت‌هایی که در سوریه کردن قطعاً اینها بر روابط ملت سوریه با ملت ایران هم اثر خواهد گذاشت. هر چقدر هم ما بگیم که ملت ایران با جنایت‌هایی که سپاه قدس و مجموعه نظامی جمهوری اسلامی در سوریه کرد موافق نبودیم، به هر حال این کینه تاریخی در دل مردم سوریه کاشته شد به دلیل اینکه ایران یکی از عناصر اصلی و یکی از در واقع جناح‌های اصلی بود در مجموعه جناح‌هایی که در داخل سوریه جنایت کردن و بیش از 5 میلیون نفر رو کشتن، کشور رو، بخش عمده‌اش رو مخروبه کردن. این کینه تاریخی رفت. حالا با صحبت‌های روحانی یه کاری می‌کنن که افغان‌های عزیز هم نسبت به ملت ایران کینه بردارن. به هر حال وقتی که می‌بینن یه سری آدمایی که مدعی هستن به عنوان روشنفکر، به عنوان سیاستمدار، به عنوان اصلاح طلب پای صحبت‌های روحانی نشستن و با وقاحت تمام به حرف بی ربط و اهانت آمیز روحانی میخندن، نمیتونیم بگیم بر ملت افغان تاثیر نمیذاره، بر افغانها تاثیر نمیذاره و نسبت به ملت ایران بدبین نمیشن. اون چیزی که نگرانی امروز مردم ایران هست اینی که این حکومت هر روز که باشه در داخل کشور فاجعه ایجاد میکنه، در داخل کشور قتل و غارت و دزدی و کشتن امید به آینده، از بین بردن هر نوع امید به آینده است و در خارج از کشور ایجاد نفرت از ایران و ایرانی. ببینید میگم این تفکیکی که ما میکنیم بین دولت و ملت در بسیار از جاهای دنیا مفهوم نداره. بسیار از وقتی که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که مردم رو حامی خودش نشون بده و متاسفانه بعضی از جناح‌های دیگه هم مثل اصلاح طلبان هم با بعضی ادعایی که میکنن و لابیاشون در خارج از کشور از دانشگاه مریلند گرفته تا جاهای دیگه ادعا میکنن 60-70% مردم با این حکومت موافق هستن. آقای تاج زاده میگه 70% مردم با سرنگونی جمهوری اسلامی مخالفن. این در واقع القا میکنن که آنچه جمهوری اسلامی انجام میده خواست مردم هم است و لابد آنچه اهانتی که روحانی میکنه، اهانت وقیحانه‌ای که روحانی به افغان‌ها میکنه و تمسخر میکنه، لابد مورد تایید مردم ایران هم است. وظیفه دارید دوستان عزیز که اولا اجازه ندیم جنایت، به خصوص جنایت سقوط هواپیما که دیگه یکی از بی‌نظیرترین، اگر نگم بی‌نظیرترین، یکی از بی‌نظیرترین جنایت‌های جمهوری اسلامی بوده، اجازه ندیم عادی بشه، اجازه ندیم فراموش بشه، اجازه ندیم با تبلیغات پیرامون مسائل دیگه، اجازه ندیم با تبلیغات در مورد انتخابات، اینکه حالا فلان عنصر حکومتی رد صلاحیت شده، به جهنم که رد صلاحیت شده، اینها اگر برن مجلس چه میکنن، همین دوره که تو مجلس بودن چیکار کردن، انتخابات واگذار کنیم به خودشون، برای اینکه مجلس ترکیبش هر چی باشه تأثیری به حال مردم نداره. ثابت شده در سالهای اخیر چه اصلاح طلب در مجلس باشه، چه اصولگرا باشه، دلار از 100 تومان به 300 تومان، از 300 تومان به 1000 تومان، از 1000 تومان به 3000 تومان و از 3000 تومان به 13000 تومان میرسه و روز به روز توان خرید مردم کمتر میشه، روز به روز به تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی میکنن اضافه میشه، روز به روز از امیدهای مردم کاسته میشه. به همین جهت این بازی‌های انتخاباتی رو برای خودشون بزنیم، بازی‌های حکومتی برای خودشون بزنیم و هر روز تکرار کنیم، هر روز بگیم، نذاریم فراموش بشه که بابت جنایت بزرگ سقوط هواپیما نه یک نفر استعفا داد، نه یک نفر دستگیر شد و یک نفر برکنار شد. این که میگن عامل شلیک دستگیر شده، نه کسی دیده نه کسی میدونه و بعدم دستگیری یک نفر در شرایطی که حسن روحانی رئیس جمهور گفته این قطعاً کار یک نفر نیست و مسئولیتش با یک نهاده، زندانی کردن یک نفر هیچ تأثیری نداره. حکومتی که حاضر نیست برای یک همچین جنایت حتی یک نفر رو برکنار کنه، یک نفر حاضر نیست استعفا بده، با این حکومت نمیشه تصور یک زندگی عادی داشت. چه تضمینی وجود داره فردا به دلیل بگن یک قطار رو فکر کردیم مثلا طالبان توش از زدیم، فکر کردیم داعش توش از منفجر کردیم، جاده رو به آتش، مردم رو به آتش بگیرن، به گلوله ببندن، بگن فکر کردیم داعش اومد. همینطوری که دارن میگن، مگه نمیگن فکر کردیم موشک اومد؟ خب مردمی که در هیچ عرصه امنیت ندارن نباید اجازه بدیم حکومت با ادعاهای گزاف، با درشتگویی‌ها، با ادعاهای بسیار بی‌ربط و بی‌حاصل. اصلا فرض کنیم جمهوری اسلامی موفق شد تمام ارتش آمریکا رو هم نابود کرد، چه حاصلی برای مردم ایران داره؟ اجازه ندیم با این پرگویی‌ها، حکومتی که توان تشخیص یک هواپیمای نظامی غیر نظامی نداره، بیجا میکنه ادعای پیشرفت نظامی بکنه و درشتگویی بکنه. هر ادعایی که اینها میکنن اگر وارد عرصه جنگ با آمریکا هم بشن از دو طرف زیان خواهد کرد. طرف آمریکاییش ما ربطی نداره، طرف ایرانیش ملت ایران صدمه خواهند دید. هر بمبارانی که بشه قطعا آمریکا نمیشه نگاه کنه. اگر بخواد ایران این حرکات رو ادامه بده حتما آمریکا مقابله به مثل میکنه و مقابله به مثلش هم نه خانه خامنه ای خراب خواهد شد، نه خانه روحانی منفور، نه به خانه خاتمی حمله خواهد شد، نه به خانه حسن خمینی. نه همشون در جاهای امن هستن. مشکل و فشار و درگیری و قتلش و زخمی شدنش و محرومیتش مربوط به مردم ایرانه. به همین جهت اجازه ندیم حکومت با نمایش هایی که هیچ ربطی به مردم نداره، هیچ نفعی برای مردم نداره و همش ضرر برای مردمه، اون چیزی که هست فراموش بشه. بگیم هر روز تکرار کنیم، با تکرارش اجازه ندیم فراموش بشه، چون متاسفانه ما ملت هم ملت فراموشکاری هستیم. من بیش از اینکه اصلا این که میگم تکرار کنیم، برای تکرار برای حکومت نیست. حکومت انقدر بی‌قید، انقدر ضد مردم هست که قطعا در دلشون به این حرفا میخندن. اجازه ندیم مردم فراموش کنن. متاسفانه فراموشکاری ملت در خدمت حکومت جمهوری اسلامی. تعدد سوژه هایی که جمهوری اسلامی درست میکنه، تعدد فسادها، تعدد ظلم ها باعث میشه هر روز ما مسئله دیروز فراموش میکنیم. اما موضوع هواپیما، موضوع کشتار آبان، موضوعاتی که نشون داد شما اگر یک اعتراض عادی به افزایش ناگهانی قیمت بنزین هم داشته باشید 1000 نفرتون رو میکشن و بعد هم با وقاحت میگن که ما میخواستیم جلوی فساد رو بگیریم، می‌خواستیم جلوی آشوب رو بگیریم، هواپیما رو ساقط می‌کنن، میگن فکر کردیم ممکنه حمله موشکی باشه. بگیم لااقل مردم فراموش نکنن. عرض می‌کنم مهمترین امتیاز جمهوری اسلامی فراموشکاری ملته. اجازه ندین فراموش بشه. به خصوص تکرار می‌کنم موضوع کشتار آبان و ریشه اون کشتار که یک ظلم اقتصادی به مردم بود و ریشه و موضوع حمله به هواپیما رو اجازه ندین فراموش بشه. بازم میگم برای خود مردم اجازه ندین فراموش بشه. اگر مردم فراموش نکنن حتما در تعاملشون با حکومت تجدید نظر خواهند کرد. انرژی متراکم شده که از عصبیت مردم، از کینه مردم، این کینه مقدسیه. نذاریم این کینه فراموش بشه، چون حکومت دنباله که این کینه ها فراموش بشه. ما برای مقابله با جمهوری اسلامی به این کینه مقدس مردم نیاز داریم. اجازه ندیم فراموش بشه، چون اگر فراموش بشه همه چیز رو حکومت باز هم اعتماد به نفس پیدا میکنه که هر جنایتی کرد مردم فراموش میکنن. این خیلی مهمه که حکومت هر روز تنش بلرزه، بدون مردم این جنایت ها رو فراموش نمیکنن. موفق باشید.